ما به اروپای شرقی نگاه کنیم، به آفریقای جنوبی نگاه کنیم، به شیلی نگاه کنیم، اتفاقا ببینید انقلاب هایی که دنبال سیاست حذفی کامل بودن به دموکراسی منجر نشدن. شما یک استثناء نمیتونید پیدا کنید، همین به دیکتاتوری نوین منجر شد، از جمله خود جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب بودی که بالاخره. اما آنهایی که در واقع این رابطه سازش و چالش رو با هم در هم آمیختن، حتی بخشهایی از به اصطلاح مثلا چهرهای معتدلتر یا اصلاح طلب نظام پیشین حضور داشتن، اینها میتونستن به اصطلاح به اون تعادلی که جامعه رو به سمت جنگ داخلی سوق نده، تولید وحشت نکنه، سوق بدن. و از این نظر به استنباط من این نوع الگوهایی که مثلا در شیلی اینجوری نبود. اگه ممکنه خلاصه بفهمید دو دقیقه من وقت بدم به دوتا مهمان دیگه برای جمع‌بندی، تموم کنین جملتون رو خواهش میکنم. فقط خواستم بگم نمونه شیلی نشان دهنده هنوز بخشی از دستگاه قدرت پیشین مونده بود، اما این تغییرات به تدریج به سمت دموکراتیزه شدن شد. در ایران هم به گمان من اون نگرانی که شما گفتید من سهیم هستم، اما فکر میکنم حضور مردم در این اعتراضات و عبورشون از گفتمان جمهوری اسلامی آنقدر عمیقه که برجسته ترین چهره رادیکال اصلاح طلب هم نمیتونه جلوی این تغییر رو بده. ممنون. همراهی شدنش به نظرم اما به سود جامعه. آقای ملک یک دقیقه شما